خیلی خوب بودن قدیمی ها، اما بعض حرفاشون هم درست نبود، که یکیش اینه که من میگم. مثلا میگفتن از خدا بترس. بابا از خدا بترس، همین الان هم میگن از خدا بترس حرف غلطی. من یه سوال از شما میکنم دوستان عزیز، به من بگید وقتی من از یک کسی بترسم عاشقش میشم؟ عاشقش میشم. وقتی من از یک کسی بترسم بلرزم طرفش میرم؟ وقتی من از خدا بترسم چطور عاشق خدا بشم؟ به جای این که به ما بگن خدا شناس باش، گفتن خدا ترس باش. من خدا لولوه علیعاذ بالله، مگه خدا موجود متوحشی که من بترسم؟ از چی خدا من بترسم میشه بگی؟ ترس نداره خدا. هزار و یک اسم خدا داره، اسماء الحسناش تو جوشن گویره، غفور، کریم، رحیم، عظیم، حلیم، حکیم، اینا کجاش ترس داره؟ اگه قرار است ما بترسیم از خودمون باید بترسیم. یکی از حرفایی که روزی 10 بار 20 بار 100 بار به همدیگه میزنیم ولی متوجه نیستیم، حالیمون نیست چی میگه. تا مثلا با هم سلام علیک میکنیم از هم جدا میشیم چی میگیم؟ مواظب خودت باش. آقا من یه سوال دارم از شما، مواظب خودت باش الان جزء اصطلاحات دعایی ایرانی هست یا نیست؟ آقا مواظب خودت، مادر کجا میری؟ دارم میرم مثلا دم منو. مواظب خودت باش مادر. مواظب خودت باش یعنی موتوری بهت نزنه؟ نه آقا، مواظب خودت باش. چرا؟ چون هیچ دشمنی برای انسان مثل خود انسان. کی آبرو منو میبره؟ شما؟ نه، خودم آبرو خودم میبرم. وقتی 4 تا دروغ گفتم میگم با ولش کن این دوزریه، بعد دیگه کسی رو حرف من حساب نمیکنه. خب کی لط میزد به اعتبار من؟ شما بفرمایید کی؟ خودم. خود کرده را تدبیر نیست. وقتی من مردم دیدن این چشاش آلبالو گیلاس میچینه، چی هیزی داره، خب مردم کم کم میگن ببین با پلانی اومدی سلام علیکم نکنید، بعد میبینیم همه قایم میشن. خب کین بی آبرو که برای من درست کرد؟ مردم. خودم. مواظب خودت باش، از خودت بترس، از این خوده، از این نفسه، از این هوای نفسه، از این خیالاته، از این امیال نفسانی، از این دلم خواست، دلم چشم گرفت، خوشم، از اینا بترس، از این حرفا بترس.